حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک و علی آبائک طیبین الطاهرین المعصومین و علی جدک المصطفی و علی جدک المرتضی و علی امک الزهرا و على علی ابن موسى الرضا المرتضى و اخوانه و اخواته و على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و على الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. السلام عليك و صلى الله عليك یا ابن موسى ابن جعفر یا احمد ابن موسى الكاظم. السلام عليك يا امير محمد ابن موسى الكاظم. السلام عليك يا سيد علاء الدين حسين ابن موسى الكاظم. السلام عليك يا علي ابن حمزه ابن موسى الكاظم ورحمه الله وبركاته. هديه به محضر آقا جانمون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، جد بزرگوارشون آقا رسول الله، بابای نازنینشون آقا امیر المؤمنین، ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا، برادران بزرگوارشون که در این حرم سوم اهل بیت آرمیدن، حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ، حضرت سید علاءالدین حسین ابن موسی الکاظم، حضرت علی ابن حمزه ابن موسی الکاظم و حضرت میر محمد ابن موسی الکاظم و وجود نازنین امام حسین، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این حرم سوم اهل بیت، به ویژه شهید محراب آیت الله دست غیب، شهدای حرم و مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، مدافع سلامت، هر کجای ایران اسلامی و هر کجای زیر این آسمان کبود این صدا و تصویر رو از حرم حضرت شاه چراغ میبینید و میشنوید، صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح جمعه است، شب عید سعید قدیر، بالاترین عید الهی، عیدی که به فرمان به نظر امام صادق، به نظر اهل بیت علیهم السلام، بالاترین عید مسلمانان است. با شما کاروان منتظران ظهور آقا جانمون امام زمان در حرم حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی الکاظم، میر محمد ابن موسی الکاظم علیهم السلام در محضر شما هستیم. با تمام وجودمون باید بگیم الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. دین به ما یاد داده است در باب هر نعمتی سه تا ذکر رو حتما بگید و من میخوام بحث امروزم رو برای خودم و شما که انشاءالله جزو منتظران آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم و جزو متمسکان به ولایت امیر المؤمنین و اولاد معصومینش علیهم السلام باشیم، این سه تا ذکر و اقتضاءش را معنا بکنم. به ما گفتن با هر نعمتی که مواجه شدید، نعمت زیارت،
نعمت سلامت، نعمت ثروت، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت قرآن و عترت، نعمت‌های مادی و معنوی. سه تا وظیفه اساسی دارید. وظیفه اول شکر و سپاس کنیم خدا را، بگیم الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی کل نعمه چون فمام نعمت فمنک، لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. بگیم الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. اولین وظیفه ما در برخورد با هر نعمتی حمد و سپاس و شکر است. دومین وظیفه ما استغفار است، استغفر الله ربی و اتوب الی. معنیشو عرض میکنم، اختزاعاتشو عرض میکنم. و سومین وظیفه ما در برابر هر نعمتی صلوات است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معنای اجمالیشو اول عرض میکنم، بعد انشاءالله به توفیق الهی با آیات قرآن محضر شما خوبان منتظران امام زمان که چقدر دوست داشتیم، حداقل عزیزانی که در حرم سوم اهل بیت استان فارس و شهر شیراز هستند، دوست داشتیم در خدمتشون در این حرم نورانی باشیم، اما اقتضای زمان ما را از زیارت شما محروم کرده، ولی انشالله قابل باشیم نائب و زیاره شما در کنار این ذریح آقا پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما باشیم و بگیم السلام علیک و صلی الله علیک یا ابن موسی بن جعفر و علی آبائک السبعه و علی اخیک و ابناء الاربعه من اخیک و رحمت الله و برکاته. اما معنی اجمالی این سه وظیفه، حمد و سپاس و شکر، یعنی چی؟ یعنی ما تو هر نعمتی باور کنیم این نعمت از طرف خداست. اقتضای حمد اینه، فمام نعمت فمنک. اگر خدا نعمت ولایت داده، خدا به ما داده، ما طلبکار نبودیم. اگر خدا نعمت هدایت داده، خدا هدایتمون کرده. اگر خدا نعمت ثروت داده، فرصت داده، اولاد داده، همسر داده، نعمتهای مادی و معنوی داده، خدا داده. بلد از ما بگیره، بلده به ما نده. پس ما طلبکار نیستیم. حمد و سپاس معنایش این است که نعمتها را از خدا بدانیم، یک. و بازگشت نعمتها را هم به خدا بدانیم، یعنی باید روز قیامت در رابطه با این نعمتها سؤال پس بدیم. وظیفمون از ما میپرسن، به قول امروزی ها گزارشکار میپرسن، که عرض میکنم محضرتون. و سومین نکته شکر نعمت اینه که از خود خدا بپرسیم ما از این نعمت چجوری استفاده کنیم که به ما یاد دادن. وقتی در روز قدیر فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به ما یاد دادن. وقتی امام رضا علیه السلام فرمودن به شروطها و انا من شروطها، به ما یاد دادن که اگر میخواهید از نعمتهای الهی تو مسیر بندگی خدا درست استفاده کنید، شرمنده خدا نباشید، سرفکنده روز قیامت نباشید، راه درست استفاده کردن از نعمتها استفاده از هدایت نعمت ولایت است، نعمت قرآن و عترت است. برای همین فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. برای همین فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. پس حمد و سپاس و شکر سه تا کلمه در دلش نهفته. باز توضیح میدم، نعمت رو از خودم ندونم، هی نگیم مال منه مال منه مال منه، مال خداست، هیچ کس مالک نیست. من بارها به خودم و دیگران گفتم ساختمونایی که سر یک دنگ سندش با هم دعوا کردن، خونها ریخته شده، الان وقتی بعد از چند صد سال میریم سر اون ساختمونا، میبینیم همه اونا مستاجر بودن،
هیچکی مالک نبوده، مالک خداست. ولله الملک، مالک یوم الدین، همینجا مالک همونجا، مال ما نیست، ما امانت داریم. این حمد و سپاس معناش اینه، بدونی نعمت مال اونه، بدونی روز قیامت باید جواب بدی، لتسألن یوم اذن عن النعیم، و بدونی راه درست استفاده کردن از نعمت ولایت. این معنی حمد و سپاس. استغفار برای چی بکنیم؟ استغفار بکنیم هنوز از نعمت استفاده نکردیم یا استفاده کردیم، استغفار کنیم محضر خدا، خدای ما حق نعمتات رو ادا نکردیم، نه حق نعمتشو، نه حق شکرشو، اصلا بلد نبودیم نعمتاتو بشمریم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا، خدای هم شمارش نعمتاتم بلد نبودیم، فهرست نعمتاتم بلد نبودیم. چند روز پیش دعای عرفه رو همه با هم خوندیم، امام حسین علیه السلام نعمتایی که تو وجود ما بود شمردن بلد نیستیم بشماریم. استغفار کنیم برای که خدایا کمیت نعمتات هم نمیفهمیم چه بشه کیفیتش. استغفار کنیم برای که خدایا نعمتات رو به جایی که به تو نسبت بدیم به خودمون نسبت دادیم. نعمت امنیت رو، نعمت ولایت رو، حتی نعمت هدایت رو، همه نعمت ها رو گفتیم خودم خودم خودم. فرمولی رو پیدا کردم نگفتم خدا یادم داد، گفتم خودم یافتم یافتم یافتم. کجا یافتی؟ تو که فامیلی خودتم یادت میره. و امروز خدا برای که عجز هممون رو به ما نشون بده یک ویروس کوچولو رو گذاشته سر راه ما، همه دنیا در مقابلش به زانو در آمده تا باور کنیم ما هیچی نیستیم، انتم الفقرا. به چیمون میخوایم تکیه کنیم؟ انتم الفقرا الله. استغفار کنیم برای که برای خودمون عدد قائل شدیم. بله من وصل به خدا بشم، من بارها به خودم گفتم آیات قرآنه، اصلا دین و قرآن و ولایت اومده به ما یاد بده بگه تو به علاوه خدا باشی بی نهایت میشی، منهای خدا بشی هیچی نیستی، ولو میلیاردها آدم باشی، ولو میلیاردها ثروت باشی، ولو ده ها حزب باشی، هیچی نیستی منهای خدا باشی. تاریخ اینو نشون میده. استغفار کنیم که نعمتها رو به خدا نسبت ندادیم، فکر کردیم خودمون بلدیم کاری بکنیم. استغفار کنیم از قیامت یادمون رفت میخوایم از نعمتها جواب بدیم. استغفار کنیم و استغفار کنیم که هادی نعمتها یعنی ولایت رو فراموش کردیم، گذاشتیم کنار، گفتیم خودمون بلدیم از نعمتها استفاده کنیم. علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردی، امام حسن رو خانه نشین کردی، امام حسین رو تنها گذاشتی، اهل بیت رو تنها گذاشتی، امروز هم امام زمان رو در ببخشیدی تعبیر رو میگم در چاه غیبت تنها گذاشتی. استغفار کنی. این وظیفه دوم ما در برخورد نعمت هاست. حتی نسبت به نعمت همین وجود نازنین مردم استان فارس، نسبت به نعمت حرم سوم اهل بیت، مردم ایران، نسبت به نعمت امام رضا، بحران کرونا نشون داد که ما قدر شناس کامل همه نعمتامون شاید نبودیم. استغفار کنیم. اگه محروم میکنن ببینید چقدر اذیت میشیم. این وظیفه دوم ماست تو نعمت ها. بعد از حمد و سپاس استغفار کنیم. وظیفه سوممون گفتیم صلوات. یعنی چی؟ یعنی باور کنیم فقط یک خاندان هست، با پیوند با یک خاندان هست، زیر چتر ولایت یک خاندان هست که ما میتونیم حق نعمتها رو ادا کنیم. اون هم خاندانی نیستن مگر ولایت الهیه محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعی. لذا اونایی که در زمان پیغمبران و امامان بودن خیلی هاشون قدرشناس نبودن، لذا فلسفه غیبت میشه قدر نشناسی. ما رو گذاشتن تو پادگان تربیتی منتظران تا قدرشناس بشه. انقلاب اسلامی اومده تا ما رو تربیت کنه برای قدرشناسی. منتظر ظهور هستیم تا انشالله امام زمان بیاد به ما یاد بده از نعمت ها چجوری استفاده کنیم. انرژی هستی برای بمب هستی نیست، برای استفاده های خوبه. یاد نداریم هنوز. بعد امام زمان بیاد به ما بگه راه استفاده از ثروت چیه، قدرت چیه، شهرت چیه، راه استفاده از هر امکانی چیه. صلوات برای اینه. حالا بریم سراغ اون
توضیح تفصیلی وظیفه اولمون. حمد و سپاس باید بکنیم خدا را. برای چی؟ برای نعمت قدیر، برای نعمت ولایت. مگر وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر از طرف خدا چی به ما فرمودن؟ همه من و شما میدانیم. ای کاش هممون یک بار خطبه قدیر رو حداقل در این شب و روز قدیر بخوانیم. یک بار خطبه قدیر رو بخوانید. چون وجود نازنین پیغمبر در آخر خطبه فرمودن حاضرین به غائبین، پدران به فرزندان، تا قیامت این پیام رو برسونه. بزرگترین ظلم به قدیر اینه که بگیم پیغمبر همه رو جمع کردن، جلو رفته ها رو برگردوندن، عقب مانده ها رو منتظر شدن. تو اون گرمای سرزمین حجاز 3 روز هزاران نفر رو معطل کردن که فقط پیام دوستی بدن. یه آقایی میگفت که با یه دوستی مسافرت بودیم، یه جایی از هم جدا شدیم. وقتی از هم جدا شدیم بهش زنگ زدم، گفتم یه کار خیلی مهمی دارم. گفت خب تلفنی بگو. گفت نمیشه، باید بیای. گفت بابا خانواده منتظر منن. گفت نه خیلی کار مهمه، باید بیای. بنده خدا از این همه راهی که رفته بود برگشت، آمد به من گفت حالا کار مهمه چیه؟ گفت آدم بهت بگم خیلی دوستت دارم. گفت مرد حسابی، من زن و بچه‌ام منتظر منن، قوم قشام منتظر منن، من مسافرت بودم، همه چشم انتظار منن، تو کار مهم دی بود فقط منو بیار اینجا بگی دوستت دارم، پیام دوستی به من بدی؟ این که اینقدر مهم نبود که. بهش گفتم که خب برادر عزیز، شماها مگه نمیگید پیغمبر حاجی ها داشتن از مکه برمیگشتن، همه خانواده ها منتظرشون بودن، یه عده‌ای رفته بودن جلو، پیغمبر فرمودن برگردید یه پیام مهم دارن. اونایی که عقب مونده بودن نگهش داشتن کاروان تا اونا برسن. 3 روز مردم رو تو اون گرما نگه داشتن، پیغمبر فرمودن یه پیام مهم آسمانی دارم. بعد شما میگید پیغمبر فرمود فقط پیام دوستی دارم. طرف سرش انداخت پایین، گفت بهترین استدلال رو برای من آوردی. پیغمبر برای اعلام پیام دوستی لازم نبود اینقدر اهمیت قصه رو بیان بکنه. دوستی رو میشه بارها پیغمبر اعلام کرده بود، پس منو میشه این پیام مهمتر از پیام دوستیه. بله دوستی هم در دلشه. قدیر فقط اعلام ولایت امیرالمؤمنین نیست. ما میخوایم در قدیر حمد و سپاس کنیم بر این نعمت. برای چی؟ برای که خدای تبارک و تعالی از روز اول خلقت ما رو بدون هادی و هدایت نگذاشته. من یه مثال ساده براتون بزنم. ما هممون تو جامعهمون اهل مدرسه بیم، یا دانش آموزیم، یا دانشجوییم، یا طلبه‌ایم، یا تو آموزشگاه درس می‌خونیم. معمول آموزشگاه و مدرسه اینه دانش آموزا وارد کلاس میشن، یه چند لحظه منتظر میمونن، از در اتاق، از در کلاس معلم، استاد وارد میشه. درسته یا نه؟ همتون تصدیق میکنه. اما خدای مدرسه عالم رو ما میخوام بر این امره امروز حمد و سپاس کنیم. اگه میگیم الحمدلله الذی هدانا، خدا ما شکر میکنیم که تو ما رو هدایت کردی. بر این مطلب خدا تو مدرسه عالم اول دانش آموزا رو نیاورد بعد معلم بیاره. اولین موجودی که تو مدرسه عالم آورده معلم آورده. حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه معلمه و علم آدم الاسماء کلها، خدا معلمشه، او معلم بشریت. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما حمد میکنیم، تشکر میکنیم از خدا. خدا تو یک لحظه ما را بدون معلم نگذاشتی. اگه تو نمازمون میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این هدایت هادی میخواد. خدا میگه من اول هادی فرستادم. پیغمبر تو قدیر آمدن حمد و سپاس کنن خدا را که خدایا تو اول برای ما هادی فرستادی. همینجا میخوام بگم خدایا ما استغفار میکنیم که گاهی وقتا گفتیم خدایا چرا ما رو رهامون کردی؟ خدا ما رو رهامون نکردی.
خدا فهمیده من هر چیزی رو خلق کردم سیستم هدایتش هم گذاشتم. خدا که ما رو رها نکرده که. ما تشکر میکنیم روز قدیر، پیغمبر میفرماید ما تشکر میکنیم روز قدیر که تو برای ما هادی فرستادی. سلسله انبیا سلسله هادیان الهی هم. برای چی؟ برای که ما بنده خدا بشیم، برای که از این نعمتهایی که دورور ما هست تو مسیر بندگی استفاده کنیم، نه تو مسیر بردگی. برای که این آیه محقق بشه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه چی میفرماید؟ هر روزم میخونیم. این آیه میگه مردم بدون راهنما نیستن، یا راهنماشون اونا رو به سمت جلو میبره یا به سمت عقب میبره، یا به سمت نور میبره یا به سمت ظلمت میبره، یا میبره صراط الذین انعمت علیهم یا صراط مغضوب علیهم. یه عده‌ای که سرگردونن ضالینن. روز قدیر روز حمد و سپاس است، برای که خدا یا تو رو ما رو از روز اول بدون هادی نگذاشتی، ممنونتی، ما رو بدون آدرس نگذاشتی. کتاب آسمانی دادی دست پیغمبران، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدای تو کتاب آسمانی دادی که من سرگردان نباشم، تو پیغمبر فرستادی من سرگردان نباشم. بعد این خدا میشه بعد از سلسله پیغمبران ما رو رها کنه و سرگردان؟ نه، پیغمبر روز قدیر آمدن بفرماین خدایا ممنونتیم. آی مردم، سلسله پیامبران سلسله هادیان الهی هن. آی مردم، الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آی مردم، من آخرین پیامبرم، امروزم دارم آخرین پیامو به شما میدم. 23 سال به شما پیام دادم، اگر قرار باشه با رفتن من دارم میرم، خبر رحلتشونو دادم، من دارم میرم. اگه قرار باشه با رفتن من سلسله هادیان الهی ختم بشه، تموم بشه، این نقض قرضه. اینا تو قدیر مردم. لذا خدا فرمود ای پیغمبر، اگر امروز اتصال سلسله پیامبران را به سلسله امامان برای هدایت مردم نگی، رسالتت ناقصه. فما بلغت رسالته. یعنی فقط قدیر نیومدن بگن مردم علی رو دوست داشته باشید، قدیر آمدن بگن پیغمبر خدا ولی شماست، هادی شماست، پیغمبران از طرف خدا هادی و ولی شمایند. آی مردم، امامان بعد از وجود نازنین پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، سلسله امامان تا قیامت هادی شماست. لذا پیغمبر اکرم چندین بار در خطبه قدیر نام امیرالمؤمنین، نام 12 امام، حتی نام وجود نازنین مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین رو متذکر شدن. یعنی روز قدیر برای حمد و سپاس نسبت به سلسله هدایت و ولایت و انبیاست، برای پیوند سلسله امامت به سلسله پیغمبرانه تا قیامت. یعنی خدایی که بر خودش کتب علی نفسه الرحمه، خدایی که بر خودش هدایت من و شما رو واجب کرده، فرستادن هادی رو فراموش نکرده، پیغمبران رو فرستاده 124,000. اما بعد از پیغمبران تا قیامت شما هادی لازم دارید، 12 امام فرستاده. برای هر پیغمبری وصی است، برای پیغمبر خاتم هم وصی. و اینها تا روز قیامت هادی شماین. بعد تو خطبه قدیر میفهمن آی مردم، ما پیغمبران با خدا بیعت کردیم، من با خدا بیعت کردم، علی ابن ابی طالب امامان با ما پیغمبران بیعت کردن و شما هم با ما بیعت کردید، و امروز اومدم از شما مردم برای علی ابن ابی طالب و فرزندانش بیعت بگیرم. حتی یه خبری به شما بدم، تمام پیغمبران و اولیای خدا و سعادتمندان با کل این سلسله بیعت کردن ولو هنوز نیامده بودن. همه پیغمبران بیعت تا آخرین امام رو ازشون گرفتن. مگه خبر ندارید وقتی حضرت آدم
علی نبینا و علی علیه السلام گرفتار شد، خدا رو به کی قسم داد؟ به کسانی که هنوز به دنیا نیومدن، چون بیعت گرفته بود از ولایت اینها برای حضرت آدم. اما اللهم یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پس روز قدیر پیغمبر به من و شما یاد دادن تشکر کنیم از خدا اینکه ما رو هدایت میکند، کتاب هدایت فرستاده، پیغمبران رو بر ما هدایت فرستاده، بعد از پیغمبران سلسله امامت رو بر ما فرستاده. وقتی پیغمبر از طرف خدا ولایت اهل بیت رو تا روز قیامت معین میکنن، یه سوال میکنم، این فاصله غیبت چی میشه؟ بازی ولی نداره؟ من میخوام یه حرف جدیدی بزنم. حرف جدید نیست، حرفی است که پیغمبر و اهل بیت زدن. وقتی پیغمبر فرمودن تا روز قیامت شما با ولایت اهل بیت باید هدایت بشید، بعد امام زمان ارواحنا له الفدا یا از وجود نازنین امام رضا برادر این آقای نازنین شروع کردن مردم رو برای قصه عصر غیبت آماده کردن، برای قصه نیابت آماده کردن، امام رضا بحث نیابت رو مطرح میکنن، امام جواد، امام عسکری، خود امام زمان علیهم السلام میفرمایند در عصر غیبت هم ما برای شما هادی و راهنما میذاریم. فاما من کان من الفقها حافظا لدینه، صائنا لنفسه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، فللعوام ان یقلدوا. آی مردم، همو پیغمبری که برای پیغمبران و امیرالمؤمنین و اهل بیت از شما بیعت گرفت، ما برای فقهای عصر غیبت از شما بیعت میگیریم. فاما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثنا، ای که امام زمان فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، در عصر غیبت دستتون به ما نمیرسه. بله، ما هدایت عامه رو داریم، ما مثل خورشید پشت ابر امام صادق سلام الله علیه فرمودن به شما فیض میرسونیم، دستتون به هدایت ما دستتون به ما نمیرسه، ولی ما هدایتتون میکنیم، ولی برای مسائلتون برید سراغ فقها. یعنی امام زمان و اهل بیت برای فقها ولایت فقیه هم بیعت گرفتن از ما. میخوام یه حرف شاید به این ادبیات کمتر گفته شده باشه. وجود نازنین پیغمبر اکرم روز قدیر هم ولایت خدا رو تبیین کردن، هم ولایت انبیا رو تبیین کردن، هم ولایت اهل بیت رو تا روز قیامت تبیین کردن، هم ولایت این حد فاصل عصر غیبت رو تبیین کردن. خود پیغمبر فرمودن علما و امتی اینها جانشین های ما هستن در عصر غیبت. روز قدیر قصه ولایت هست، نه فقط بیعت برای دوستی، قصه ولایته. ولایت هم یعنی چی؟ ولایت هم باز خودشون تو آیه قدیر معنا میکنن، چون دشمنا گفتن پیغمبر سر مبارک رو زمین بگذاره دیگه ما میتونیم این امت رو گمراه کنیم. خدا فرمود کور خوندید، الیوم یأس الذین کفروا. آی مردم، اگر شما ولایت اهل بیت رو پشت سر ولایت انبیا، و من میگم با استفاده از تفاسیر، اگر ولایت فقیه رو پشت سر ولایت اهل بیت و انبیا شما بپذیرید، دشمن شما ناامید میشه. تو رو خدا 42 سال از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی گذشته، آیا امروز همه دارن میبینن که آمریکا، اسرائیل، آل سعود ناامید از این نظام اسلامی شدن یا نشدن؟ هر چه تلاش میکنن آب در هاون میکوبن، هر چی پول خرج میکنن الحمدلله به نفع اسلام داره تموم میشه. روز به روز قدرت نظام اسلامی بیشتر، قدرت منطقی بیشتر. چرا اینقدر دارن توطئه میکنن تو لبنان، توی فلسطین، تو عراق، تو سوریه، تو افغانستان، تو پاکستان؟ چرا اینقدر دارن توطئه میکنن تو ایران، تو این منطقه؟ چرا اینقدر دارن توطئه میکنن؟ اینا همه دلیل است بر این که این نظام ولایت، این نظام برگرفته از قدیر، روز به روز داره قدرتمندتر میشه و دشمنان رو داره نابود میکنه، ناامید میکنه. این پیام قدیره، این شکرانه قدیره.
شکرانه قدیر یعنی باور کنید. یک، اولا ولایت از طرف خداست، ولایت از طرف مردم نیست. مردم باید بپذیرنش، مردم باید بپذیرنش. لذا خدا هم فهمده کیا میپذیرن. ذالکل کتاب قرآن، امیرالمؤمنین اهل بیت هم قرآن ناطقن، لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا گفته اینو برای هدایت گذاشتم. کیا میپذیرن؟ الذین یؤمنون بالغیب. اونایی که باور کنن یه لایه غیبی تو این عالم هست، اونایی که باور کنن یه قیامتی هست، یه خدایی هست، یه باطنی هست، اونایی که باور کنن. همه چیز دیدنی ها نیست، ندیدنی ها هم هست. پس راهنما میخوان. قدیر یعنی اعلام ولایت الهیه. ولایت از خداست، ولایت جاش تعیینش تو سقیفه نیست، فقط مردم جایگاهشون مقبولیته. مشروعیت ولایت از ناحیه الهیست. خدا مشخص کرده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. یک، ولایت داشته باشید دشمنانتون نابود میشن. یعنی اگر امت با امام باشن دشمن عقب نشینی میکنه، ولو امامش غیر معصوم باشد، مثل ولی فقیه امروز ما. امام دیروز ما و امام امروز ما معصوم نبودن، ولی چون مردم با امام بودن دشمن عقب نشینی کرده. یادتونه تو جنگ تحمیلی اومدن تو خرمشهر رو دیوارا نوشتن جئنا لنبقى، آمدیم که بمانیم. تو سوریه هم رو دیوارای خونه ها نوشتن جئنا لنبقى، اومدیم که بمانیم. ولی چون مردم ایران، مردم مدافعان حرم با ولی بودن، اینا رو عقب روندن. این خاصیت، این معنی الیوم یا اصل لذین کفرویه. تو رو خدا مبلغان قدیر، اینا رو بگید به مردم. با ولایت باشیم، ولایت فرقی نمی کنه. ولایت خدا، ولایت پیغمبر، ولایت امیرالمؤمنین، ولایت فقیه. هر کی ولایت ها رو ناقص بگه ظلم به قدیر کرده. هر کی قدیر رو فقط بگه ولایت خدا و پیغمبر و اهل بیته، از ولایت فقیه نگه ظلم به قدیر کرده. هر کی ولایت فقیه رو مثل امام منتداوم حرکت انبیا و ائمه معنا نکنه ظلم به قدیر کرده. هر کی فقط بگه قدیر مال ولایت امیرالمؤمنینه، قدیر رو درست نگفته. پیغمبر فرمودن قدیر ولایت تا قیامته. خب این قطعه غیبت هم هست دیگه، اینم خدا و اهل بیت مشخص کردن. پس در قدیر شکر میکنیم. ما با ولایت باشیم دشمن ناامید میشه، این معنی آیه قرآن. در قدیر شکر میکنیم که با ولایت باشیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینمون کامله، چون ولی ناخدای کشتی مسلموناست. اون میدونه تو بحران ها چجور بگذرونه. اینو تو صلوات ماه شعبان بارها برامون خوندن. اللهم صل على محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مورق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاهق. ای که فرمودن عرضم به خدمتون با ولایت باشید از بحران ها عبور میکنید، باز فرقی نمیکنه ولایت پیغمبر، ولایت اهل بیت یا ولایت فقیه. بابا 42 سال ما از سختترین بحران ها عبور کردیم. حضرت آقا فرمودن بحران کرونا بحران سختیه، ولی ما از این سختراش عبور کردیم چون با ولایت بودیم. اگر مسئولین و مردم با ولایت باشن، یعنی امروز رعایت کنن قوانین رو، اگر با ولایت باشن امروز انفاق مؤمنانه رو رعایت کنن، اگر همه خدمت کنن، اگر همه تلاش بکنن، اگر متخصصین برای پیدا کردن داروی این ویروس تلاش بکنن که دارن تلاش میکنن، خدا مجاهدتاشون رو قبول بکنه، ما از این بحران هم عبور خواهیم کرد انشاءالله. همچنان که از بحران جنگ عبور کردیم، از بحران تحریم عبور کردیم، از بحران فتنه ها عبور کردیم، از این بحران هم عبور میکنیم. این معنی الیوم اکملت لکم دینکمه اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ شما با ولایت باشید هدایت میشید، چون قدیر آمده است حتی شادی های ما رو هدایت بکنه، نه فقط نوع استفاده ما را از تکنولوژی، از علم، از استعداد، از صنعت، از کشاورزی، از آب، از خاک. ولی آمده همه اینها رو هدایت کنه. اگر امروز ما تو شادی هامون از هدایت ولایت استفاده نکردیم، او استغفاره رو باید بیشتر داشته باشیم.
ما اگر تو مدیریتمون از ولایت استفاده نکنیم، مدیریت که ولایت استفاده کنیم میشه مدیریت جهادی، میشه مدیریت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه. امروز ما روحانیت، ما تو تبلیغمون باید از ولایت استفاده کنیم. امروز ما تو کشاورزیمون برای توسعه کشاورزیمون باید از هدایت ولایت استفاده کنیم. امروز تو صنعتمون باید از هدایت ولایت استفاده کنیم. امروز باید توی تنظیم خانوادهمون، تو ازدواجمون، تو تکثیر اولادمون، توی مسائل اجتماعیمون، تو مسائل فرهنگیمون، سیاسیمون، اقتصادیمون از هدایت ولایت استفاده کنیم. قدیر اومده میگه و اتممت علیکم نعمتی. بابا این ولایت یه نوره به تعبیر امام باقر سلام الله علیه. تو تمام نعمتها به شما راه استفاده از این نعمتها رو میگه. اگر برادر نازنین این آقا فرمودن به شروطها و انا من شروطها، این مال قدیره. قدیر اومده بگه پیغمبران، امامان، فقها شما رو تو استفاده از نعمتها یاریتون میکنن. نتیجهش میشه تو نظام پهلوی پدر و پسر 800 تا اختراع ثبت میشه تو همین مملکت 57 سال، تو نظام جمهوری اسلامی بیش از 30,000 اختراع ثبت میشه. این مال هدایت ولایت با تمام مشکلات، با تمام تحریم ها، با تمام کارشکنی ها، این نتیجه هدایت ولایته. قدیر رو سپاس میکنیم که خدا رهبری به ما داده در این عصر، اینا نتیجه قدیره، رهبری به ما داده، به دانشجوها خط میدهد، به طلاب خط میدهد، به متخصصین خط میدهد، به اطباء خط میدهد. این اتمم تو علیکم نعمتیه، این هدایت ولایت، این شکرانه قدیره. قدیر به ما یاد داده ثروتمند میخوای بشی، چجوری ثروتمند باشو که مست نشی، چجوری با قدرت مست نشی، چجوری لکی لا تأسا علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم، چجوری با داراییات مست نشی، با نداریات ناامید نشی. اینا رو ولایت به ما هدایت میکنه. چطور حضرت آقا میفهمن امروز تو تمام فشارها مراقب باشید ناامید نشید؟ نه، پیام قدیره. ولذا پیغمبر پیام دیگری هم تو قدیر اعلام کردن، این آیه قرآن رو خوندن، فرمودن اگر که مردم با ولایت پیوند نخورن از عذاب نجات پیدا نمی کنن و مورد عنایت الهی قرار نمی گیرن. این معنی تمام اون روایاتی است که فرمود شما با ولایت نباشید هرچی نمازم بخونید فایده نداره، روزه هم بگیرید فایده نداره، تلاش هم بکنید فایده نداره. چرا؟ چون این نماز و روزه و تلاش مثل مصالح ساختمانیه، ولی مثل معمار و مهندسه. او باید بگه نماز جاش کجاست، او باید بگه روزه جاش کجاست. وقتی شما معمار ندارید، انبار مصالح ساختمانی به چه دردتون میخوره؟ لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. این آیه بود که پیغمبر تو قدیر خوندن. اینا پیام قدیره. ما شکر میکنیم که خدا به ما در قدیر نعمت هدایت ولایت داد، هم ولایت خودش، هم ولایت پیغمبران، هم ولایت علما، هم ولایت اهل بیت. تا روز قیامت به ما این نعمت رو دادند که ما گمراه نشیم، بریم مصداق آیه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. ما شهدا رو داریم میبینیم در عصر خودمون، اینا ولایت پذیرانه. قدیر به ما یاد داد، قدیر به ما فرمود حالا اگه بیعت کردید مراقب باشید بیعتتون بعد از 70-80 روز نشکنید ها، چون بعد از قدیر شکستن. که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اینا نسبت به یاری ولایت مرتد شده. روز جمعه است، میخوایم با امام زمانمون ارواحنا له الفدا که فرزند قدیر است بیعت کنیم. مراقب باشیم بیعتی نکنیم که بعد از چند روز بشکنیم. مرحبا به مردم ایران که 42 سال پای بیعتشون ایستادن و ان شاء الله تا اتصال این انقلاب به ظهور آقا جانمون امام زمان پای بیعتشون می ایستن. این مردم تا حالا اینجوری نشون دادن. ولی شرطش چیه؟ 5 تا کلمه من عرض بکنم برای حفاظت از قدیر. این 5 تا کلمه رو هممون یادمون بمونه. 1، برای حفاظت قدیر ما مجاهدت لازم داریم،
تنبلی، عافیت طلبی، خوشگذرانی به درد نمیخوره. رضا تو همین آیه 54 سوره مائده که سوره ولایت فرمود و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. مجاهد نترسه، مجاهد امیدواره، مجاهد جون میکنه تا به نتیجه برسه. روحیه مجاهدت میخواد. حاج قاسم سلیمانی ببینید 40 سال دوید خسته نشد. مجاهد امام فرمودن این مکتب بازنشستگی نداره، این مکتب ترس نداره، این مکتب اسارت نداره. دو، روحیه مقاومت لازم داریم، روحیه مقاومت لازم داریم. مجاهدت برای چی؟ فرصت کم، نتایج خیلی زیاده. تو با ولایت باشی به نتایج بی نهایت میرسی. روحیه مقاومت لازمه. هر چی مانع هست، مانع طبیعیه، مانع دشمن سازه، مانع به خاطر سوء مدیریت، باید ازش عبور کنی، مقاومت کنی. مانع نباید ما رو نگه داره. از قدیر میخوایم محافظت بکنیم، باید مقاومت کنیم در برابر تحریم، در برابر تهدیدها، در برابر جنگها، در برابر همه مشکلات باید مقاومت کنیم تا شیرینی انما العسر یسرا رو بچشیم. باید مقاومت کنیم. برای حفاظت از قدیر باید استقامت کنیم. باید اماممون رو تنها نگذاریم. باید ولی رو تنها نگذاریم. این انقلاب میخواد پرچم رو بده دست امام زمان. ان شاء الله. دیروزی پرچم دست امام بزرگوارمون بود. امروز دست خلف صالحش حضرت آغاز. این یاری کنیم آقا جانمون رو تا ظهور امام زمان. تا برسه به دست امام زمان. قدیر حفاظت نشد چون امیرالمومنین یاری نکردن. چون امام حسن یاری نکردن، چون امام حسین و عده قلیلی یاری کردن. پس روحیه مقاومت لازمه. اگر آقا میفرمایند مقاومت حتما برکاتش بیشتر، هزینش کمتره، برای همینه. وادادگی در مقابل دشمن، تسلیم در برابر دشمن، لح زدن برای نشستن کنار دشمن، قدیر رو حفظ نمیکنه. قدیر مقاومت میخواد، قدیر استقامت میخواد. باید با ولی باشیم تا آخر خط، تا مصداق آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشیم. خدا هم کمک میفرسته. امدادهای غیبی رو دیدیم. یادتونه طوفان شن تبعث؟ یادتونه دستگیری خیلی از شبکه‌هایی که می‌خواستن به این مملکت ضربه بزنن؟ هم امداد الهی بود. یادتونه پیروزی‌های دفاع مقدس، پیروزی بر داعشی‌های کثیف؟ یادتونه این همه پیشرفت ها؟ بله مشکلات هم داریم. قدیر روحیه مجاهدت میخواد حفاظتش، روحیه مقاومت میخواد، روحیه استقامت میخواد، روحیه مراقبت میخواد. حتی تو میدان جنگ دیدید آقا راجع به حاج قاسم فرمودن تو میدان جنگم اهل مراقبت و تقوا بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قدیر مراقبت میخواد. و آخرش قدیر ولایت مداری میخواد. قدیر میخواد ما فهممونم ولایی باشه، احساسمونم ولایی باشه، عملمونم ولایی باشه. و رأیی لکم تبعون و قلبی لکم مسلمون و نصرتی لکم معده. اگر همه اینها بود ما شاکر قدیریم. ما با تمام وجود میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. ولی بازم میخوام بگم برای کوتاهی هامون نسبت به قدیر بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی. و بازم برای ظهور آقامون بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک و صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیک و علی ابن امک المصطفى و علی زوجتک زهرا و علی ابنائک الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. خدایا به عزت و جلال امیر المؤمنین و اولاد معصومینش ما رو قدیر شناس و شاکر قدیر قرار بده. خدایا فرج صاحبمون را برسان. دعای آقا جانمون امام زمان و استغفار حضرت رو شامل حال ما بفرما. حوائج امام زمانمون، حوائج رهبرمون،
حوائج مؤمنین و مؤمنات، همه بینندگان عزیز، همه ملتمسین دعا، همه مریضدارا، گرفتارا، کرونایی ها، مشکل دارا، قرض دارا، مشکل ازدواج دارن، مشکل اشتغال، مشکل خانوادگی، حوائج همشون رو فوق رغبتشون عنایت بفرما. اموات و شهدا و اماممون، اموات و شهدای حرم سوم اهل بیت، به ویژه شهید مهراب آیت الله دستغیب با اولیاء محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مدافعان سلامت، مدافعان خدمتگزاری، به ویژه رهبر عزیزمون رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. عاقبت ما رو با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدنا.